عشق و رسوایی قسمت هفتم. تمام سعیم را کردم که آرام رانندگی کنم و به سلامت به خانه برسیم. خوشبختانه سلامت وارد خانه شدیم و صادق را بیدار کردم و تا روی تخت خواب او را همراهی نمودم. کفش و لباسش را با زحمت درآوردم. او اصلا حال طبیعی نداشت. خب اگر قرار باشد اینطوری به تفریح برویم، نرفتنش خیلی بهتر است. من هم با وجودی که بوی مشروب دهان صادق کلافه‌ام کرده بود، از ترس اینکه فردا صبح مورد مؤاخذه قرار نگیرم، همانجا خوابیدم و وقتی بیدار شدم صادق رفته بود. موقع صبحانه مادر شوهرم پرسید: دخترم دیشب بهت خوش گذشت؟ ماجرا را برایش تعریف کردم. ظاهراً که خیلی تعجب کرد. مگر می شود در این دوره و زمانه در ملأ عام مشروب الکلی خورد؟ گفتم حالا که شده است. فردای آن روز خانه پدر و مادرم نهار دعوت داشتیم. طبق معمولم بعد از صبحانه به باغ رفتم و کمی قدم زدم. اکبر آقا مشغول رسیدگی به گلها و درختان بود. خسته نباشید به او گفتم و آرام آرام به طرف آشپزخانه رفتم. مرضیه و زهرا خانوم مشغول کار بودند. دلم میخواست یک جوری زبان آنها را باز کنم و در مورد گذشته این خانواده بپرسم. اما نه، من این جرأت را داشتم و نه آنها. فقط سوال کردم: چند سال است که شماها اینجا کار میکنید؟ زهرا خانوم گفت: من از سال 57 اینجا هستم. اما مرضیه 10 سالی می شود که اینجا کار می کند. باغبان مرتب عوض شده، اما این اکبر آقا و غلام آقا 5-6 سالی هست که دوام آورده اند و اینجا مشغول به کار هستند. پرسیدم: به راستی در این همه سال آقا صادق همیشه مجرد زندگی کرده است؟ زهرا خانوم در حالی که دستش را به علامت سکوت روی صورتش گذاشت گفت: بله خانوم، شما اولین همسر آقا صادق هستید. ولی رنگ او پرید و به لکنت این جواب را به من داد. چند دقیقه پیش آنها نشستم و یک چای نوشیدم و برخواستم که به اتاقم بروم. مرضیه همراه من آمد. نزدیک پلکان ساختمان که شد، آهسته در گوشم گفت: خانوم، شما را به خدا خیلی مراقب باشید. توی آشپزخانه حرفها شنود می شود. هرچه می خواهید سوال کنید، در جایی دور از آشپزخانه. من در خدمتتون هستم و می گویم. از تعجب دهانم باز مانده بود. چرا باید آشپزخانه شنود داشته باشد؟ کمی که فکر کردم به این نتیجه رسیدم که شاید صادق می‌خواهد کارکنان اینجا را در کنترل خود داشته باشد، وگرنه دلیلی برای این کار وجود ندارد. به اتاقم رفتم و به فکر فرو رفتم. خدایا، در این خانه چه خبر است؟ همه چیز مشکوک است. چرا من از خود صادق نپرسیدم که چرا تا این سن مجرد بوده؟ البته یک بار گفت که همسر مورد علاقه ام را پیدا نکرده بودم، اما این جواب مرا قانع نمی کند. او همه امکانات را برای داشتن همسر و بچه دارد. مگر زن زیبا و خوب قحط است که انسان 58 سال مجرد زندگی کند؟ چرا من این کنجکاوی ها را قبل از ازدواج با او نکردم؟ حالا به یادم افتاده، از طرف دیگر فکر می کردم که او دوست صمیمی پدرم است و اگر مشکلی در زندگی او بوده، حتما پدرم می دانسته. پس بهتر است او را در ذهنم محاکمه نکنم. از آن لحظه تصمیم گرفتم یا به آشپزخانه نروم، یا اگر رفتم از گذشته صادق و مادرش و آن خانه چیزی نپرسم. عصر صادق به خانه آمد. اخلاقش بد نبود، ولی خیلی هم روی باز نداشت.
خیلی معمولی بود و بسیار خسته به نظر می رسید. من از او استقبال خوبی کردم و رویش را بوسیدم. بسیار ساکت بود. بعد از نوشیدن یک قهوه گفت خسته هستم و می خواهم بخوابم. گفتم یادت هست که فردا مهمان هستیم؟ گفت کجا؟ گفتم بابا بهت زنگ زده و دعوتمان کرده، فراموش کرده ای؟ گفت آن یادم آمد، حالا تا فردا. دیگر حرفی نزدم و اما مطمئن نبودم که او فردا حال طبیعی داشته باشد. از وقتی که از سفر پاریس برگشتیم هیچ حرکت صادق برایم قابل پیش بینی نبود. گفتم خب باید صبر کنم ببینم چه می شود، چه در پیش داریم. تلویزیون را روشن کردم و روبروی آن نشستم. با یک محکوم مصاحبه می کردند و او اظهار پشیمانی می کرد. او صورتی استخوانی و رنگی پریده داشت. خیلی دلم برایش سوخت. می دانستم که ندامت او از ترس است. معلوم نیست که چه بر سرش آمده است. بعد از چند دقیقه کانال را عوض کردم. طاقت شنیدن ندامت‌های جانکاه او را نداشتم. به کانال ورزشی رفتم. فوتبال پخش می‌کرد. بازی بین ایران و پرتغال بود. خیلی هیجان انگیز بازی می‌کردند. تا آخرش تماشا کردم و سپس به مادر شوهرم شب بخیر گفتم. گفت مگر شام نمی‌خورید؟ گفتم صادق که خوابید، من هم میل ندارم. رفتم به اتاق خواب. یک بسته قرص روی میز کنار تخت بود. نگاه کردم و رویش را خواندم. یک قرص خواب‌آور خیلی قوی بود. حدس زدم که ناراحت بوده و قرص خواب خورده که بخوابد. من همیشه میگفتم قرص خواب فرار از فکر و خیال است. راستی مشکل صادق چیست که از فکر و خیال فرار میکند؟ زندگی این مرد چقدر ابهام دارد؟ چرا من به عنوان همسرش هیچ چیز از زندگی او نمیدانم و تازه برخوردش طوری است که اجازه سوال کردن به من نمیدهد؟ به هر حال این زندگی به صبر زیاد احتیاج دارد و من باید صبور باشم. صبح جمعه با ذوق از خواب بیدار شدم. صادق هم بیدار بود و روی نسبتاً خوشی داشت. آمدیم سر میز صبحانه. به مادر شوهرم گفتم یادتان هست که امروز مهمان هستیم؟ گفت بله، چه ساعتی می رویم؟ و صادق گفت پروین دوست دارد که زودتر برویم. باشد، ساعت 12 آنجا باشیم. حرفی نزدم. در دلم گفتم اگر قرار بود دیر برویم کی می رفتیم؟ بهتر از حرفی نزنم، اما بعد از صبحانه برای رفتن آماده شدم. و صادق به باغ رفت و اکبر آقا را صدا زد و شروع به حرف زدن با او کرد. مادرش هم به اتاقش رفت و آماده شد و با یک بسته کادویی از اتاقش بیرون آمد و گفت من آماده هستم. صادق هم آمد و آماده شدیم. همگی به اتفاق به سمت خانه پدر و مادرم حرکت کردیم. خیلی خوشحال بودم. صادق به گل فروش مخصوص خودش رفت به گلفروشی مخصوص خودش رفت و جلوی گلفروشی که ایستاد، گلفروش با یک سبد گل مریم بسیار زیبا از مغازه‌اش بیرون و به طرف اتومبیل ما آمد و آن را روی صندلی عقب گذاشت. فهمیدم صادق گل را از قبل سفارش داده بود. به هر حال برای دومین بار بعد از ازدواجم به خانه پدر و مادرم رفتم. صمد آقا در را باز کرد و صادق اتومبیل را به درون خانه برد. حیاط خانه ما با باغ خانه صادق قابل مقایسه نبود، اما دو سه تا اتومبیل درون آن جا می شد. همه اعضای خانواده ما از ساختمان بیرون آمدند و از ما استقبال کردند. صمد آقا سبد گل را گرفت و به داخل ساختمان برد. پدر و مادرم تشکر کردند. چند لحظه بعد همگی در پذیرایی دور هم نشسته بودیم. مادر شوهرم کادوهایش را به پدر و مادرم داد که یادم نمی آید چه بود.
ولی پدر و مادرم خیلی تعریف و تشکر کردند. آن روز به ما خیلی خوش گذشت و پدرم با رستوران همیشگی ما سفارش چندین نوع غذا داده بود. انواع کباب و پلوهای گوناگون به وسیله دو گارسون روی میز چیده شد و پذیرایی شایانی از من و همسرم و مادر شوهرم به عمل آمد. خواهر بزرگم با همسر و دختر کوچولویش حضور داشتند و طبق معمول شوهر خواهرم اخمهایش در هم بود. صادق از شغل او پرسید و کمی باهاش گپ زد. بعد از صرف نهار بلا فاصله میز جمع شد و فوراً سرویس دسر روی میز چیده شد. صادق خیلی از پذیرایی آنها تعریف کرد و کارتشان را گرفت که به آنها سفارش بدهد. کمی که به سمت عصر رفتیم، میز و صندلی داخل حیاط و بین دو باغچه پر از گل آماده بود. به حیاط رفتیم و به صرف کیک و چای و قهوه و بستنی مشغول شدیم. پدرم با صادق گرم صحبت بود و مامانم با مادر شوهرم. من هم با خواهران و برادرانم. برادرم پرسید برای کار من به صادق خان گفتی؟ گفتم صبر داشته باش، من هنوز خودم این خانواده را به طور کامل نشناختم. و او گفت پروین جان، به خدا از بیکاری به در بدری خسته شدم. پرسیدم چرا در بدری؟ چرا در بدری؟ گفت برای اینکه هر طرف می روم کاری از پیش نمی رود، انگار که ما نفرین شده هستیم. در جواب برادرم چیزی نگفتم. چه می توانستم بکنم؟ با اخلاق گند صادق چگونه او را زیر دست صادق قرار بدهم؟ او از طرفی هم نمیخواستم اخلاق گند صادق را بفهمند. سکوت کردم و متوجه شدم که صحبتها گل انداخته و هیچ کس حواسش به من نیست. با خواهر بزرگم مشغول صحبت شدم. او می گفت شوهرش خیلی بد اخلاق شده و دارد صبرش تمام می شود. به طور سربسته به او گفتم عزیزم، همه جا آسمان همین رنگ است. صبور باش تا ببینیم چه می شود. پرسید مگر تو هم مشکل داری؟ حالا خیلی زود است. گفتم نه، مشکل بد اخلاقی عمومی است. آن هم مال وضعیت کشور و ضعیف شدن وضع اقتصادی است. خب چه می بایست کرد؟ تحمل کنیم تا ببینیم چه می شود. خواهرم نگاهی به ماشین ما انداخت و گفت بله، وضع اقتصادی خراب است. این یک کنایه بود، فهمیدم، اما به روی خودم نیاوردم. به مادر شوهرم گفتم شما می خواهید کمی استراحت کنید؟ گفت نه عزیزم، بهتر است برویم. مامانم گفت کجا؟ شام را پیش ما میل می کنید؟ مادر شوهرم که حقیقتا خسته شده بود گفت نه، من که حتما باید به خانه بروم. و صادق که حواسش به او بود گفت مادر، تا نیم ساعت دیگر به خانه می رویم. و هرچه پدرم اصرار کرد که مادر در اتاق بالا استراحت کنند، مادر قبول نکرد. به ناچار ساعت 6 بعد از ظهر بود که خداحافظی کردیم و به خانه برگشتیم. دوست داشتم بیشتر پیش خانواده‌ام بمانم، اما نشد و من حرفی نزدم. به خانه که رسیدیم، صادق به آشپزخانه رفت و نیم ساعتی طول کشید تا برگشت. دلم شور می‌زد، نکند که سؤالی که من کردم مشکلی برای زهرا خانم و مرضیه ایجاد کند. خب اون بیچاره ها که حرفی نزدند. وقتی صادق به ساختمان برگشت عصبی به نظر می رسید، ولی حرفی نزد و گفت می روم بخوابم. پرسیدم شام نمی خوری؟ گفت نه، نهار زیاد خوردم، بهتر از شام نخورم. مادرش هم شام نخورد و من هم اشتهایی به شام خوردن نداشتم. من تنها در نهار خوری مانده بودم که مرضی آمد که دستور آوردن شام را بگیرد. به او گفتم که هیچ کدام شام نمی خوریم و به اشاره از او پرسیدم چه خبر؟ در گوشم گفت آقا برای من خط و نشان کشید
و گفت حق صحبت کردن با خانم خانه را به غیر از در مورد کار آشپزخانه ندارید. ما هم قسم خوردیم که هیچ حرفی با خانم نزده ایم. خانم جان خدا رحم کرد که دیروز حرفی راجع به گذشته خانه نزدیم. گفتم کافیه، هیچی نگو، بعد از این در باغ حرف میزنیم. و بلند که همه بشنوند گفتم امشب هیچ کس شام نمیخورد، میخواهیم بخوابیم. مرضیه رفت و من با افکار و کنجکاویم تنها شدم. خیلی دلم میخواست بدانم در گذشته در این خانه چه کسی بوده و شناسنامه این خانه چیست. به اتاق خواب رفتم. باز هم متوجه قرص خواب کنار تخت شدم. خوابیدم. احساس خستگی میکردم. خیلی زود به خواب رفتم. سعی کردم موقع صبحانه سر میز باشم. خوشبختانه به موقع بیدار شدم و همگی دور میز صبحانه نشستیم. مرضیه هم کنار میز ایستاده بود و مراقب بود چیزی کم نباشد. دلم برای این زن جوان میسوخت. دوست داشتم به او بگویم بنشیند و با ما صبحانه بخورد، ولی میدانستم که نباید این حرف را بزنم. صادق بعد از صرف صبحانه من و مادرش را بوسید و رفت و من او را تا جلوی ماشینش همراهی کردم و دیگر به ساختمان برنگشتم و شروع به قدم زدن در باغ کردم، به امید اینکه مرضیه بیاید و باهاش صحبت کنم. مرضیه با یک فنجان قهوه نزد من آمد و گفت خانم، اکبر آقا سراپا گوش است، امروز نمی شود صحبت کرد. قهوه را روی میز کنار استخر گذاشت و رفت. برگشتم، اکبر آقا را پشت سرم لابلای درختان دیدم که داشت به درختان ور می رفت. باد می وزید و شاخه ها برگ ها را به هم می زد و صدای درختان مانع از این بود که صدای کار کردن اکبر آقا شنیده شود. برخاستم و دوباره کمی قدم زدم. خدایا، این چه خانه است که همه جایش شنود می شود و هیچ کس جرأت حرف زدن ندارد. باید فکری بکنم و یک آزادی نسبی در این خانه به وجود آورم. اینجا همه چیز سانسور است و اینطوری نمی شود. پایان قسمت هفتم.